رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امروز برای افتتاح بیش از 5000 خانه روستایی به جنوب کرمان سفر کرد. سال قبل همین ایام سفری به جنوب استان کرمان شکل گرفت. در اون سفر برای 16 طرح و پروژه اعتباری بالغ بر 434 میلیارد تومان به تصویب رسید که 345 میلیارد تومان اون پرداخت شد. همچنین تصویب شد که 10000 واحد مسکونی ما توزیع بکنیم. در این سفر 4000 مسکن روستایی بنیاد مسکن به صاحبان آنها واگذار شد. 5000 واحدی که بنیاد مسکن باید اقدام انجام میداد، الان 4000 واحدش تمام شده است. بقیه‌اش هم باید تا پایان امسال آماده بشه. قبلا خونه‌تون چجور بود؟ خونه کپر حسیلی. باد که می اومد نمیشد اصلا تو خونه بشینیم. همچنین در شهرستان رودبار ساخت 1000 منزل روستایی و یک سالن ورزشی آغاز شد. سه روز بارندگی شد، به اساس شب یه خونه ریزش کرد. قرار شد که غیر از اون کمک رسانی ها کار بازسازی و نوسازی واحد های آسیب دیده به انجام برسه. به گفته آقای مهدیان، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استان کرمان از لحاظ تعداد منازل روستایی مقاوم سازی شده رتبه اول را دارد. از 300 و حدود 12000 واحد مسکن روستایی مون بیش از 200 و حدود 44000 واحد رو ساختیم و بالغ بر 65% خونه‌هاش نوسازی شده که میانگین کشوریمون حدود 42%. در انبارآباد هم امروز 1350 خانه روستایی کمیته امداد تحویل مددجویان شد. یکی از خدمات دیگه که در کنار مسکن ایجاد شده این بحث پنل‌های خورشیدی یا نیروگاه‌های خرد تولید برق که 740 تا ما نیروگاه به بهره برداری رسیده تا همین الان. پس من اینا را به شما را به خدا سپردم. مسئولین امیدوارند تا پایان نیمه اول سال 99 حدود 7000 واحد مسکونی دیگه را در جنوب استان کرمان تکمیل و تحویل متقاضیان دهند. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، رودبار جنوب.